عید است، بیا به خانه هم قهر مباش، مغرورترین دختر این شهر مباش، در بتونگم دیوار بشنو. قربان تو گردم، همگی میخندن، ایدانه بده، تلخ چون زهر مباش. خب این ایدانه شما. بسیار تشکر، شما راستی دادین. عمتن عزیز، عید شما مبارک. اخترم مبارک شم. در برنامه ایدی از تلویزیون اصلی با ما باشید. سلام عمتنهای عزیز، امیدوارم صحت و سلامت باشین. عید قربان یا عید سعید اضحی را به شما تبریک گفتم. برای شما و برای خانواده‌های عزیز شما عید خوش، عید پر از صلح و صفا آرزو میکنیم. و ما همچنان به نوبه خود عید از صمیم قلب برای همه عمتنهای عزیز خود مبارک میگویم. در برنامه عیدی از تلویزیون اصلی مهمان‌های ویژه‌ای داریم که امروز در استودیو با ما هستند. جناب محترم نور وهاب سپان، شخصیت فرهنگی و سیاسی کشور، و همچنان استاد محمد یونس برکی، رئیس انجمن همگانی افغانها مقیم لندن. مهمان عزیز به برنامه خوش آمدین. استاد گرامی، مایک برنامه در اختیار شماست، بفرمایید. ستاری باشید. زهم پخبل نوبت استاسو نمانه نکوم که مونتمو بلرن راکر او پایانی حال که دیدارن بریالی توب پا ارتباط بانده چه دی محترم پا فهیم بلیزاد پا نوخت بانده پیل شویده چه دی هسته پا نام بانده تلویزیون خپل نشرات پیل کردی او مونگ پا داس رکن تا شرایطو که چه هم دی استقلال و رزمانزو او هم پا اختر کی واقعیو دا دی ستر ویار زایده افغانانو اختر پا جلاوطنی که دلتن مانزی او دا یو حساس خبره ده. کاش که وطن وی خوب اگه چه چی بستی افغانانو نه اختل شوی دی او افغانان در تپ جلا وطنی که جون کردی بیا هم دوی یو مهم بریالی تو بلدی اگه دا چه دوی خپل فرهنگی طول دو دونه ندی لیاد ایستلی اگه تا وده بر کردی او پا بندغه مناسبت باندی دوی اخترونه او طول خوشحالی پا اغا تیر چه وطن که برزایکی گی نه، بلکه پا یو بل مقیاس بانده لده برزایکی بید نه. اما پا دی خاطر بانده زه شون دلده لب اوکت پاتر شویم دغمی پا خپل استرگو بانده لیده لیده پا دی ارتباط بانده افغانان خواه تمرین کنی. دیده بانده افغانان. و آنه از استاد محترم مایک در اختیار شماست، شما نظرات تاند. لطف کردن، تشکر. ما هم به نوبه خود عید سعید اضحی را، عید قربان با تمام جامعه افغانی بیرون از کشور، در کشور عزیز ما افغانستان، به ویژه افغانایی که باشنده کشور انگلستان، از ته دل تبریک و تهنیت عرض میکنم. واقعا امروز برای ما جای بسیار خوشی و افتخار است که تلویزیون اصلی زیر نام اصلی که از ساخته های زحمتکشی های محترم فهیم جان بهزاد است که از پروسه تقریبا یک سال بیشتر در این راستا کار کردن، از ایشان ما سپاسگزار هستیم که امروز روز عیده در استودیو زینا و در استودیو شما زحمت کشیدین، آمدیم که به همراه شما یک ویدیو کنیم و به همراه افغان عزیز نازنین خود. تشکر، لطف کردین. تشکر از شما. و سوال اول از جناب سپان صاحب پرسان میکنیم، چون آقای سپان شما مدت زیاد در جامعه بیرونی افغانی در موضوعات اجتماعی و سیاسی در بین افغان ها هستین، نظر شما در مورد کلچه و نات افغانی و بخصوص روز عید قربان چیست؟ اصلا هر هیواد او دیگه خلق خپل معنویت لری. اخترونه لکه افغانیت چیز مونگ یا مسلط معنویت ده، اسلامیت هم زمونگ مسلط معنویت ده، زمونگ دی معنویت یا دیر اساسی برخه ده. نکتی خاطر باندې اخترونه افغانان لمانځي. څرنګه چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې افغانان په لندن کې، پر بریتانیا کې او په ټوله اروپا او نړۍ کې په خواشینۍ د جنګونو د لاسه تیت شوي، دوی په دې ځایونو کې د کاروالې په شرایطو کې اختر لمانځي. د اخترونو د لمانځلو دود او عنعنه پا بریتانیا او لندن که خورا توده می.
و دی ورزو باندی افغانان با مختلف و طولنیز و مرکزونی که سر یوزه کیگی دوی جشنونه کهی دوی یو بلت سر مبارکی ورکهی حقا وطنی خواره چی دوی پا انعنه کی لیدی حقا هم سر یو بلت فراندی کهی نو از ما به نظر باندی دوی یو حقا چی باید دوی خپل نسل تا انتقال کی او هغه یاد و نویستل شی هغه کارونه پا بریتانیا او لندن کی کهی دیر منه استاس از ما تاست در توضیح آبنا. خب حالا میشه که ما از استاد محترم برسان کنیم که ایده در افغانستان چی رقم تقدیل میکنن در سابقه و آره هم انوزم به اون شکل سابق تقدیل میکنن آیا کدام تغییرات داشت؟ بسیار خوب تشکر لطف کنید. در افغانستان نازنین ما عید قربان ما در یک سال دو عید داریم، یکی عید خرد است یا عید رمضان است، یکی عید قربان است. در عید قربان که امروز عید قربان داریم ما شما، در عید قربان معمولا در جامعه افغانی ما قربانی میکنن، یعنی گوسفند ذبح میکنن و اگر کسانی که 7 نفر شریک میشن یک گوز ذبح میکنن. به این سیستم روز اول عید بعد از نماز عید اعدای نماز عید در مسجد عیدگاه شهر کابل وقتی که انجام میدادن و در عمومی شهر کابل و همونطور در قرا و قصبات و در ولایت های کشور ما، بعد از او اول پرسی میکنن، بغل کشی میکنن، عیدی میکنن، باز امی بچهای خرد فامیل که سن خود عیدی میگرفتن. این بسیار برایشان یک دست خوش میداد که زیادتر امی بچه ها کالای لباس های نو می پوشتن. خب معمولا در دو عید ما لباس نو می پوشیم به شمول سال نو ما، این سال سه دفعه باید همین لباس نو بپوشن خصوصا در عیدین. وقتی که در ماه عید قربان از نماز می آمدن و اول همین ذبح قربانی بود و بعد از او بغل کشی و نو کلا شده بود، باز عیدی می دادن و اطفال عیدی می دادن که خود ما و شما سپان صاحب محترم دمی امی کشور ما شما که خرد بودیم امی متوجه میدیم که چی وقتید میه که ما ایدی بیتن، خصوصا امی بزرگای ما بابای ما پدرای ما امی وش و گوش ما به این بود که با ما ایدی بیتن و امی ایدی دادن بسیار ما را امی یک دست خوش برای اطفال میداد و خوش بودیم که اید میشد و بسیاری فامیلا امی آرزو را داشتن که شوید میشد یک کاسه را خینه تر میکنن باز دستار خینه میکنن. امی خینه گذاشتن خودش یک علامی ایدی بود، یک خوشی بود، یک خصوصا امی اطفال یک خوشی زاید الوصف میکنن که نه اید است و به امی قسم اید تجلیل میکنیم در افغانستان عزیز ما. و امروز که ما در پروسه تقریبا 30 سال است که بیرون از کشور خود هستیم، در کشور انگلستان هستیم، در اینجا هم شکر الحمدلله ما 5 مسجد افغانی داریم که در اینجا هم به همو انانات ما، به همو فرهنگ ما، به همو کلچر ما کدام ایوازی نمی بینیم، یعنی همون چیز در اینجا تطبیق کنیم. تنها همین مسئله قربانی ما را در کشور عظیم افغانستان با در اونجا میگیم که همین قربانی را اونجا انجام بدن، ولی ما اینجا همین انانات و فرهنگ خود تازه نگاه کردیم، کلچر خود تازه نگاه کردیم و بعد از ادای نماز میریم به خانه قبلگاه و پدر و مادر میبینیم، باز خانه برادرها میریم، خانه خواهر و دوستا و باز اونها خانه ما میاین، شیرینی میخوریم، نان میخوریم، چای میخوریم. یعنی این همون فرهنگی که دموج بود ما کوشش کردیم، اتلواس کوشش کردیم که امور باید ما فراموش نکنیم و ما در نسل بعدی خود امور انتقال داده بودیم. تشکر. سوال شما. خب تشکر میکنم از توضیحات شما. جناب سپانسر، یکی از بخش مسئله‌ای بین جوانان و خصوص بین نامزاد هاست که در کشور ما مروج بود که برای نامزاد خود ایدی میبردن، آیا در جامعه خارج افغانستان و خصوص در انگلستان هم چیزا شما تجربه دارین؟ بلکل دلتا هم داسی رواجو نشته ده، ذکر چه پا فرهنگ که اغاسه چه پا تاسو دی هیواد پا چوکار کیوینه دا انتقالی پا جلاوطنه که هم دلته هم کده چه نامزاد یا دی مثال پا تاو سره یوه جوره ده اوی نوی جون شریکهی دوی پا خپل منزونو که اغا دی وطن رواجونه کهی چه دی اختر پا اول ورزه بانده باید دی نهلانه دی خانه دی اغا انجله کورتا زنی سوغاتونه باید یورد شی
پا منز که باید ملمستیوی سر تبادل شید او یا پا شریک بانده یا پارت یا یا زیت بلاشید دا مسائل شده. خو پا اغا کچه بانده چه تی پا افغانستان که گوری خواهی پا اغا کچه بانده نوی خو لیکن بیا هم دا اغا انانه جوانده ساتل شده. او زما پا نظر بانده دا خا انانه دا چه جوانده و ساتل شید زکر پا دیلی دو او کتو که افغانان کولی شید چه خپل دی جون نبی رابطه چه دوی سر تینگوی دا جوانده او تینگش. بسیار تشکر از توضیحات شما. خب میشه که ما از شما محترم میرمانی شب بقامه ما شنیدیم که میگن در روز عید هر عقده و خصومت شخصی که دارن باید اون فراموش شوه و خانه دوستای خود برن. نظر شما رو در این قسمت میخواییم که تشریح بدین. بسیار خب سوال بسیار جامع، سوال بسیار عالی. ببینین افغانای عزیز که ما ایج وقت نمیتونیم که از 3 روز بیشتر با کسی سوی تفاهم شده باشد، جنگی باشیم یا کار باشیم یا خفه باشیم. به ویژه زمانی که عید قربان یا عید رمضان میرسد باید از هر کسی، همون کسی که اولین بار او زودتر میره او را در آغوش خود میگیره ایدی میکنه، همون ثواب بیشتر هم میبره، همون مردم ارج بیشتر بهش میگذاره که ای امو عقده دل دلش که عقده نداشته. یعنی یکی از بهترین خصلت های یک مؤمن هم امی است که باید در دل خود عقده نداشته باشن و آشتی کنن. بسیار گپ پدی ارتباط باند زیوا مسئله در توایم تاس خوری و گوری چی بله کله چی دی طالبان سره زمونگا پخیواد که جگره پیل شولا ول اسکالا بعد هم مون چی کله اولی اوربندو کوپا اختر که مواکو او مونگ متوقعی یو چی پا دی اختر که هم اوربند ادامه پیدا کیجو نو معنا داده چی اخترونه دی سول او دی صفا بله. او دی زرونه دی کینی دی و تو بهترین ورزی دی او عملی ورزی دی. بله بسیار خوب تشکر. و ما میخواستم بفهم که این خصومت ها تنها باید در روز اید از بین بره یا اینکه بیخی اید از بین ببرن بعد از این پس خصومت ها شروع شد؟ نه 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 این وقتی که ببینین خداوند جلال شانه او وقتی که انسان خلق کرد بر انسان ارزش قائل شد، انسان با شرفترین مخلوق نام گذاشت. یعنی ما تا به حال خود نشناختیم، تا به حال به زور خود نفهمیدیم که وقتی که در نقطه میرسیم که شما وقتی که در دل شما کدام کینه و کدورت نباشه، در دل شما صفا و صداقت باشه، روز میرسه از نظر اسلام، از نظر قانون شرعی که شما یک خانم یا یک مرد مؤمن و مؤمنه هستین که در دل خود کدام شکوه، شکایت، کبر، غرور این ندارین، یک مؤمن خوب هستین و شما در دل خود کینه را گرفته نمیتونین. و همینجاست که خداوند میفرماید که من تو را وقتی که از سلاله بیرون آوردم، سلاله در عربی جوهر میگه، شما سراپار یک جوهر هستین، یک جوهر انسانی نمیتونه از یکی دیگه خود خفه بوده باشه. یعنی خداوند میپرسه که از خود بطلب اران چی خواهی که توی بیرون تو نیست آنچی در عالم توست. یک انسان سراپا خودش یک عالم است. وقتی نه. که ما در اون نقطه که میرسیم که مسئله جنگ بودن، قاری بودن، اینا اصلا در قاموس اسلام ما نیست. تشکر. ای کاش اما روز عید باشه. خب جناب سپانسر، چون ما در جامعه خارج از کشور زندگی میکنیم، نظر شما یا پیام شما به خانواده هایی که در خصوص در انگلستان هستند، به خصوص به طبقه جوان ها و فامیلاشون در مورد روزهای عیدین و دیگر روزهای ملی و انانات ما چی هست؟ دیر خسوال دیر مننه. اصلا منگا بخ که دی اختر پا اهمیت بانی بحث بکچه پا دقیقه ورزو که باید کورنی را تونشی، پا دقیقه ورزو که باید زوانان او زاره را تونشی، پا دقیقه ورزو که منزگری باید را تونشی، دوی خوشحالی وکی. زما پیام داده چه دیتو خوشحالی پا ورزو که دوی باید پا دقیقه بانی بحث بکچه. اولی زمونگا پا حیوات که جگره ده، اولی زمونگا حیوات دی جگری پا وسته بانی برانیگی، او پا دی بانی باید بحث بشی چه ولی زمونگا خلق لطروس پوری طول وقت پویر که او ماتم که دی تیریز رو مون باید دیده
ندی بیرون رفت لار پیدا کوچی من څنګه دا غویر ختمه ولې شو زما پیام ټول خلکو ته دادای چی دو په خپل منزو کې یو بل ته په خوشاله یو بل ته د زړونو نه کړکی وباسي او په دغه باندې بحث وکړي چې موږ څنګه کولی شو د نورو ملتونو په څیر باندې اخترونه په سوله کې ولرو جګړه ونه لرو او څنګه جګړه ختمولی شو. دلته به سوال داسې پیدا شي چې د خلکو رول په دې ارتباط باندې به د جګړه غوښتونکو په مقابل کې به ډېر کمزوری وي. نه، که چیرې اولس وغواړي خوري او که چیرې اولس وغواړي قدرمند تاسو دا جګړه بس کیږي او دا جګړه انشاءالله پای ته رسیږي. او زه هیله مند یم چې د دغه لوی اختر په برکت باندې په افغانستان کې هم د دایمی اوربند. تشکر از توضیحات شما. امیدوار هستم که در عید قربان یک عید صلح و عید آتش بس دایمی برای مردم افغانستان باشه. تشکر. و ما هم بنابرای خود از شما از آمدنتان تشکری میکنم. و ما هم تشکری میکنیم از تلویزیونی هستی که امروز ما و جناب سپان صاحب اینا دعوت کردن و روزیهی در اینجا ما تجلیل کردیم و امیدوار هستم که یک دریچه امید فرهنگی را که آقای بهزاد اینا بروی انبتانان گرانقدر خود در کشور عزیز کشور انگلستان و اومه کشور انگلستان و تمام جهان اینا نشرات دارن یک گام بزرگ فرهنگی است و یک حرکت فرهنگی است و یک روش فرهنگی است که انشالله ما از همه هموطنان نازنین خطای افغان زمین در اینجا خواهش میکنم که با اینا همکار باشن، با اینا دست بتن، شانه به شانه با پالیشون استاد شن و از جوانان نازنین خطای افغان زمین که در ادبیات دری و پشتو در اینجا دسترسی دارن و ید طولا دارن میتونن با این اداره در تماس شده بیاین در برنامه های فرهنگی با اینا همکاری کنن و پیش ببرن. تشکر از شما. بله، و استعدادهای خود در خدمت مردم خود قرار دهید. خب ما فکر میکنم که ما حال برای یک چند لحظه بریک خود گرفتیم و بعدا در خدمت خود باشیم. تشکر. مننه.